یکی از سوالات بسیار رایجی که زبان آموزان و دوستان میپرسن اینه که آیا رفتن به کلاس زبان اجباریه و یا اینکه لزومی نداره؟ کلاس‌های زبان نه اینکه مفید نباشند، بسیار هم میتونن مفید واقع بشن، اما مشکل بسیاری از زبان آموزا اینه که اونها تنها به مؤسسات زبان و معلم و مدرسشون متکی هستن. اونا فکر میکنن که مدرس زبان یا مؤسسه زبان مسئول موفقیت اونها و نتیجه گرفتن اونها در یادگیری زبانه. اما شما به عنوان یک زبان آموز همیشه مسئول موفقیت خودتون هستید. یک مدرس خوب، یک مدرس آگاه، یک مربی توانمند، یک مربی پر انگیزه، پر انرژی میتونه شما رو کمک بکنه، میتونه شما رو به عنوان یک فاکتور جلو برنده انگیزه بده و حرکت بده. اما در نهایت این زحمات شما و این تلاش های شماست که مسئول یادگیری شماست. این شما هستید که باید درس ها و مقالاتی رو پیدا بکنید که مؤثر و مفیدن. این شما این که باید دنبال پیشرفت خودتون باشید. باید هر روز لیسنینگ داشته باشید، هر روز مطالعه داشته باشید. باید احساسات خودتون رو کنترل بکنید و پر انرژی و محرک باقی بمونید. باید مثبت و مثبت اندیش باشید تا در این راه موفق باشید. هیچ معلمی، هیچ استادی نمیتونه شما رو وادار به یادگیری بکنه و این تنها به عهده خودتونه. اگه کمی واقع بینانه و هوشمندانه به موضوع نگاه بکنیم، خواهیم دید که یکی از نقش‌های اساسی کلاس زبان اینه که زبان آموزان رو به لحاظ اینکه شهریه‌ای پرداخت کردن و یا به هر دلیل دیگه‌ای در یک زمان مشخص و در تعداد مشخصی از روزهای هفته به حضور در کلاس زبان متعهد و مقید بکنه. به جای اینکه برای ایجاد تعهد در خودتون توسط کلاس‌های زبان از پول خودتون، از وقت خودتون، از عمر خودتون و از انرژی خودتون هزینه می‌کنید، میتونید خودتون رو به زمان‌هایی که برای تمرین کردن مطالب برای خودتون ست کردید و برنامه‌ریزی کردید، متعهد و مقید کنید. کلاس‌های زبان معمولاً زمان زیادی رو از شما خواهد گرفت. از اونجایی که برای رسیدن به کلاس ممکنه مسیر طولانی رو بگذرونید، بعد از کلاس به خونه بیایید، از طرف دیگه هزینه‌های کلاس زبان یکی از مسائل مربوط به کلاس زبانه. از طرف دیگه اینکه چقدر زمان مفید مطلب آموزی در کلاس های زبان هست، این بحث دیگه ایه. روش مرسوم هم اینه که بیشتر زبان آموزا به جایی که به دنبال یادگیری مطالب باشن، وقتشون رو صرف نوشتن جزوه و نوت و یادداشت میکنن که آیا احتمالاً بعداً اون مطالب رو بخونن و یا اینکه گوشه یا در پستوی بیاندازن و اینکه توجهی بهش نکنن. زبان آموزان به جای اینکه دنبال هدف اصلی یعنی فرا گرفتن مطالب باشن، بیشتر شبیه ماشینای تحریر شدن، دنبال نوشتن جزوه و یادداشتن. البته عوامل مزاحم و شرایط حاکم در کلاس‌های زبان، شلوغی و شوخی و خنده بقیه همکلاسی‌ها در هر فرصت ممکن و تعریف خاطرات بچگی استاد و تعریف کلاس‌های قبلی و تأخیر و تعجیل استاد و مسائل دیگه خودش بحث دیگه ای. نتیجه این که نه اینکه کلاس زبان کلاً لازم نباشه. کلاس زبان رو برای رفع اشکالاتتون بذارید. خودتون با پیروی از بهترین تکنیک‌ها و روش‌ها تلاش کنید که با انگیزه پیش برید. اگرم اشکالی داشتید میتونید از کلاس‌های زبان استفاده کنید و یا مشاوره با یه مدرس زبان در خارج از ساعت کلاسش و یا بدون نیاز به کلاس با همکاری دوستی که توانمندی کمک به شما رو داره و یا یک دوست انگلیسی زبان اینترنتی و و و. خیلی توضیح ندادیم که خیلی از مؤسسات آموزشی از روش‌های بسیار قدیمی و تنها کتاب‌های درسی و ملزم به استفاده از یک سری کتاب‌های درسی خاص هستن و مسائل دیگه بکنار. اتکای شما بر کلاس‌های زبان دامنه و محدوده یادگیری شما رو در همون حد کلاس‌ها محدود خواهد کرد. یه موضوع دیگه، آیا واقعاً یادگیری زبان، نه تنها انگلیسی، هر زبان دیگه‌ای تنها از طریق کلاس بوده؟ آیا شما فارسی رو که یاد گرفتید کلاس رفتید؟ طبیعتاً نه. یادگیری هیچ زبانی نیاز اساسی به کلاس رفتن نداره.